شنونده های عزیز سلام. همسر یک عضو کمیسیون انتخابات در ولایت فرات توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. مقام های محلی میگویند بانو سمیرا همسر سعید نظام کارمند کمیسیون انتخابات در ولسوالی قلعه کای ولایت فرات دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در مربوطات این ولسوالی کشته شد. عبدالرحمن جوانده سخنگوی ولی فرا گفت افراد مسلح بانو سمیرا را در مسیر ولسوالی قلعه کای و شهر فرا از موتر پایین کرده و تیرباران کردند. باشندگان سعی ساروان قلعه ولسوالی سنگین ولایت هلمند از وجود ماین های کارگزاری شده در محل بودوباششان شکایت دارند. آنان میگویند انفجار ماین ها جان برخی از ساکنان این محل را گرفته است و مردم مجبورند خانه هایشان را ترک کنند. مسئولان محلی هلمند وجود ماین ها را تایید می کنند، اما میگویند نیروهای امنیتی هلمند در تلاش خونسازی ماین های کارگزاری شده هستند. گفته می شود که در جریان 4 روز گذشته 8 تن مشمول 3 کودک و 1 بانو در هلمند از اثر انفجار ماین کشته و شماره زخم برداشتند. بس د کور ماسې یو سر راایستلی دی حیوانان یې هلته مړه سول حساب پلار یې ورکې څوک وشوه کېدای نشي پوښتنه یې نشي کوی که مړو که چې غالان وخورې کار څه به وسو بیا تلای نشي وطن خلک خوشې دي پیلان د مینو سره اوس مخامخ دي چې د چا لاس پښې د چا پښې پرې د چا سترګې نسته څوک په نیمایي پرې ګرڅه کې شهیدان شوي دي اوس سره هم پیلان دا مینونه په وطن کې پراته دي. قرار است امروز نشست عالمان جهان اسلام در شهر کابل برگزار شود. این نشست زیر نام اسلام و صلح برگزار می شود و در آن چگونگی خشونت ها و بنیادگرایی ها در افغانستان، منطقه و کشورهای اسلامی بررسی خواهد شد. شورای عالی صلح می گوید که اشتراک عالمان مشهور جهان اسلام امیدواری ها را برای اثرگذار بودن این نشست بیشتر ساخته است. در این حال آقا جان معتصم از رهبران پیشین طالبان گفته است که طالبان افراطی مانع گفتگوهای طالبان میانه رو با دولت افغانستان می شوند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید شماری از انتحار کننده های بازداشت شده اعتراف کردند که در جریان آموزش عمله های انتحاری با آنها تجاوز جنسی می شود. انتحار کننده نوجوانی که از ولایت هرات بازداشت شده است می گوید که در مرکز آموزش عمله های انتحاری در منطقه سنگبور ولسوالی ادرسکن نخست با آنها داروی نشه آور داده می شود و سپس آنها را تشویق به انجام عمله های انتحاری می کنند. این فرد می گوید که چندین بار در این مرکز مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. نهاد مدنی و حقوقی عدالت از وضعیت زندانیان در زندانهای کشور ابراز نگرانی کردن میگویند که 80% از زندانیان در زندانهای فرا و بلخ غیرقانونی بازداشت شدند. اما وزارت داخله این گفته ها را رد کرده از بهبود وضعیت زندانیان سخن میزند. پژوهش تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت که با بیش از 2000 زندانی در ولایت های جوزجان، بلخ، تخار، فاریاب، بدخشان و سرپل انجام شده نشان می دهد که زندانیان در زندان های کشور با چالش های جدی مانند نرسیدگی به پرونده هایشان روبرو هستند. ما 8 ولایت بررسی کردیم زون شمال. ما جنبه بندی کردیم طبق هیئت های محترم که تپهلوی ما هستند. ما بررسی کردیم مزار شریف. در حصه محبوسین بزرگترین فاجعه در طول تاریخ بوده که ما در گزارش نوشته کردیم. شکایات مردم را بررسی کردیم و نشان دهنده همین است که بعضی مشکلات های جدی در محابس، در محاکم، در سارانواله ها وجود دارد که باید توجه شود. از سوی هم برخی از زندانیان زندان پل چرخی نیز از نرسیدگی به پرونده هایشان و وضعیت بد بهداشتیشان شکایت دارند. من بیگناه، بدبخت، مسافر میده تام اینجا میده 16 سال انقد میده، نه پرسان نه تحقیقات، برو بخیر 16 سال سر ما بیا اثبات کنه ثبوت کنه مرا بگیره دار بزن، نه کدام اثبات داره نه کدام ثبوت داره، مدت 11 سال میشه نه محکمه سه مرا فیصله کرده، نه محکمه اول مرا پیش قاضی برده، نه پیش سارانوال برده، نه پیش جنایی برده، نه از ما کم تحقیق کرده. این چی رقم پرسان است؟ چی رقم باغساز است؟ اما مسئولان زندان پل چرخی سخنان زندانیان را رد کرده میگویند که اکنون هیچ فردی در این زندان بدون حکم دادگاه وجود ندارد. در ارتباط بعضی از محبوسینی که دوم محکمه را تایید کرده در بلاک دیگه وجود داره، ما می خواهیم بر ازونا یک بلاک جداگانه بسازیم که تا اونا را ما تفکیک کنیم و اون وقت زمانش با محاکم روان کنیم، تقاضای محاکمه بکنیم که فیصله از اینا یا نهایی شوه یا در نهاییشان چیکونه تصمیم گرفته شوه. توجه نکردن به وضعیت بهداشتی زندانیان، نبود مراکز آموزشی، نبود وسایل ورزشی و ورود مواد مخدر به داخل زندان ها از چالش های جدی است که در برابر زندانیان در کشور وجود دارد.
و خبر اخیر این که وزیران خارجه ایران و بریتانیا برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت جدید ایران با هم دیدار کردند. این دیدار روز گذشته میان محمد جواد ظریف و ویلیام هیگ در آشیای نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد. هیگ به خبرنگاران گفت که آنها در مورد برنامه اتمی ایران، بحران سوریه و تمایل حسن روحانی برای بهبود روابط با غرب گفتگو کردند. هیگ افزود که سفارت بریتانیا در تهران در صورت دوباره باز خواهد شد که بتواند بدون مشکلاتی که در گذشته در مسیر آن قرار داده شده بود کار کند. این بود تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. از همراهیتان سپاس.